سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز سامیار تعطیله، داگیسش بسته است. بعد دیگه من هم صبح پشتم کارم رو تون تون کردم، گفتم بهتر موقع است که ببرم آرشگاه موش کوتاه کنم، چون موش خیلی بلند شده میاد تو چشش، همش داره چشش رو میخارونه. بعد دیگه رفتم سریع دوشم گرفتم و دیگه ببرم سریع این کار انجام بدم. وقت قبلم نگرفته بودم چون اینجا آرشگاه رو از قبل وقت بگیری. بعد زنگ زدم دیگه آقا گفتش که حالا بیا ببینیم وسط میتونیم جاش بدیم یا نه، یعنی ببرمش، خوبیش اینه نزدیکم هستش، ببرم ببینم تو موشو کوتاه کنیم یا نه. ما اینجا الان درست کردن یه تو در کجاستن؟ آره من اینجا میه داگیسه ها، اینجا خیلی نزدیک خونمونه، ولی سامیارم نزدیکه ولی از اینجا دورت. بعد در نداشته، بعد الان در بودسته. آره ما از آرشگاه اومدیم، همین بغلم یه پیتزا فروشی بود، سامیار گفت برام پیتزا مارگاریتا بخره، یه پیتزا گرفتیم با هم دیگه بخوریم. خیلی پسرم خوشگل شد، آقای اسپری هم زد ولی اما نپرسید، اونجوری یه بایی زد ولی خوشگل شد. حالا میریم دوش میگیره میره، بعد فردیگ بشیم و اینا نمیگرد the other از این اسپری و رنگ و اینا سامیار خیلی دوست نداره. بعد این آقای بردین فکر کرد اینا مثل بچه‌های دیگه خوشش میاد. بعد همینجوری بدونی که بپرسه اسپری آبی و یک قلمه زد بهش. خودم هم حقیقتش خیلی خوشم نمیاد، چون بالاخره مواد شیمیایی اینجا دور میگیره، ذراتش توی بینی و چش و دهنش میره دیگه. بعد هیچی نگفتم. یعنی دیگه نمیرسیدم بگم زده بود دیگه. یعنی آبادم سری شستمش و مشکل شد. چه پسری دارم من، آقا شده. چه دختری دارم من. من دختر تو هم؟ دختر من هم. بابایی، بابا سامیا. با پسرم میرم بیرون، جنتلمن پسرم، اینقدر مواظب منه. همچین دره پیتزا فروشیه رو برای من گرفت که من برم تو با کالسکه. خیلی پسرم قویه. گل منه.
گوشت رو پاک کنم یه ذره اینجا باشو. شدی؟ حالا مثل گل شدی؟ داره دارو میشورم بچه ها را من بتونم خب اینا هم شستم و بذارم تو یخچال یه آماده چی خواستم درست کنم؟ گیگان آره. اول باید سبزا رو سوا کنی سبز کمرنگم باید سوا کنی هم کمرنگ هم پرنگ یه توپ رنگ رنگی میتونی برام درست کنی؟ یه توپ رنگ رنگی آخر نمیتونم چرا؟ آب میدونم حالا من همینجور که دارم برای سامیار درست میکنم میخواستم یکم هم راجع به مردم سوئد و تا اونجایی که توی این چند سال قرار اومدم تجربه دارم براتون بگم چون خواسته بودین تو کامنت ها نوشته بودین بابا تو لیدر کبرم بودی به نظر من مردم سوئد خیلی مردم خوبی هست یه سری ها میگن که سوئدی ها سردن یخن یعنی مثلا خونگرم نیستن و کم حرفن و اینجور چیزا ولی به نظر من اصلا اینجوری نیستش اتفاقا اگه بری شروع کنی باهاشون صحبت کنی خیلی قشنگ باید حرف میزنن قشنگ ادامه میدن به حرف زود تموم میکنن بعدش هم اینه خصوصیت خیلی خوبی دارن که دروغگو نیستن تا یه سوالی ازشون نپرسی نظری ازشون نخواد بیهوده حرف نمیزنن حالا اونایی که مثلا میگن که این اروپایی ها سوئدی ها آدم های سردی هن خونگرم نیستن این از خصلت ما ایرانی ها اگه متلک انداختن و دروغ گفتن و طعنه زدن و بعد نظرهای اضافی دادن مثلا بدونی که یکی بپرسی تا آدمو میبینن چاق شدی لاغر شدی نمیدونم این که بچه چرا لاغره بچه چرا چاقه خب اینا حرفه دیگه حرفه حالا یه سری ها شاید به این حرفا بگن خونگرمی نمیدونم آدم معاشره ولی به نظر من همینا رو از حرفای ما اگه بردارانم خودش حرفا اضافه کم بشه یه سری حرفای خوب علک میشه میمونه حداقل سوریه اونجوریه آدم های خیلی خوبی هم به نظر من حرف اضافه نمیزنن آدم کم حرف بزنه خیلی بهتر از اینه که مثلا چی میگن یک ساعت حرف بزنه و توی حرفاش آخرش یکی رو برمیدونه ناراحتش کنه تیکه بندازه مثلا همه حرفاش هم همش بد نباشه ولی خب متاسفانه ایرانی رو زیاد اینجوری هم نه همه ولی زیاد حرفاشون میرمیدونن آدم ها برنات شاید باشه یعنی من یاد گرفتم که
اینو تازه یاد گرفتم. من اصلا آدم حاضر جوابی نبودم قبلا. مثلا یکی بهم یه حرفی میزد میمدم خونه میشستم فکر میکردم مثلا این به من مثلا تیکه انداخت، بعد کلی خودم سرزنش میکردم چرا همون موقع جوابشو ندادم، چون یه سری جواب رو بعد همون موقع داد. شاید خیلیتون بگین که خوب نیست جواب بدم نباید بده و فلان، ولی به نظر من از جواب ندادن هیچی آید من نشد توی دنیا، از خوردن جواب ندادن، از سکوت کردن، اینجور چیزا. من جواب میدم هرکی بخواد زیادی حرف بزنه دیگه جوابشو میدم. الان اصلا اینجوری شده زیادی کسی حرف بزنه جوابشو دادم، بدتر از خودش. میگن گر ضربتی زدی ضربتی نوش کن، همینه. من خالصه سویدی ها رو خیلی به نظرم قبول دارم، خیلی آدم های خوبی هم. روی صحبتم با اون دسته بیشتر جامعه هست، یعنی اون درصد زیاده جامعه سویده، منظور من اصلا با اون تعداد کم راسیست و راسیستا و اونایی که اخلاق خوب ندارن نیستش. وقتی که بیشتر جامعه رو آدمای خوب داشته باشن آدم میگه خوبن، اگرم در درصد زیادی و آدمای بدی باشن آدم میگه بدن، معمولا اینجوریه. ولی خیلی خوبم، خیلی آدمای خوب، مهربونی هست، نگاه های مهربون با آدم دارن. چی رنگی باید باشه؟ دیگه قرمز، نارنجی، زرد. زردم بذار برام با سبز. زردم سبزم گذاشتم. آفرین. واقعا بعضی موقعا حسد میخورم که چرا اینجا به دنیا نیومدم و اینجوری مثل اینا بزرگ نشدم. کجا اینجوریه؟ تو مدرسه، توی محیط کار، رئیست میاد بعد از جات بلند شی، مدیر مدرسه میاد بعد از جات بلند شی. به خدا توی مدرسه معلم ما سنش بالا انقدر مهربون یه وقتی میبینه یه دانش آموزی حال نداره میاد پشتش وای میسه اینجوری شونهشو ماساژ میده. کجا این کارو میکنم؟ پاکونم میفته زمین، خودکارم میفته دلا میشم و میدارم میدم به آدم. فرقی نداره معلم باشه، دانش آموز باشه یا مدیر باشه. یعنی خیلی آدمای خوبی هستن. خیلی. یعنی من جز خوبی چیزی ندیدم. جز خوبی توی این چند سالی که اینجا هستم هیچی ندیدم. خیلی خوشحالم که بچه هم اینجا به دنیا آمدن، دارم بزرگ میشن. و اینکه ما ایرانی ها خودن کسی که کشور دیگه میان یه زیادی بتونیم هنر بکنیم علای اینا رو در بیاریم یعنی، ولی هیچ وقت ذاتن مثل اینا نمیشیم. یعنی به من ثابت شده ها، حتی اگرم خیلی سال اینجا باشیم، اگر اینکه اینجا به دنیا اومده باشه آدم، اینجا که به دنیا میاد آدم از فرق میکنم. درسته آب و هواش یه سری میگن اینجوری و اونجوری و اینا، ولی این آرامشش، این آرامشش از مردم، از جامعه که با آدم منتقل میشه، سطح آب و هوای گرم و نمیدونم آفتاب و اینجور چیزا بهتره، همه رو جبران میکنه، همه رو میشوره میبره، خوبیاش بدیاش همه رو میشوره میبره. راسیست و اینجور چیزا هم داره، ولی اونجوری نیستش که دم به دقیقه ازشون آزار و اذیت ببین آدم. هستن، تعداد آدم های خوبشون، مهربونشون خیلی بیشتره. راسیستان خواهی نمیتونن بکنن اونا، بخاطر اینکه مملکتشون قانون داره، خواهی دستشون بر نمیاد، فقط هرس میخورن. ولی همون آرام نباید خیلی پارو دومشون بذاریم. من بعضی موقع یه چیزایی میبینم با یه راسیستی برخورد میکنم، بعد این میفتم مگه خودمون تو ایران چی جوری بودیم با افغانی های چاره که تو ایران بودن، یا چه انتظاری داریم. تمام رفتارهای ما البته مال جامعه بوده، یعنی اگه قانونی بودش که کسی حق نداره به کسی توهین بکنه، همه حقوق مساوی دارن، هیچ وقت مردم ایران هم جرئت نمی کردن بخوان به یکی از یک کشور دیگه بخوام توهین کنن. اون جامعه مقصر بود، فرهنگ غلط مقصر بودش. باید ببرم اتو کنم اشنا.
بازی های بچه ها رو همه رو جعبه گرفتم، همه رو جدا جدا قشنگ گذاشتم براشون که اینجوری که اسباب بازی بچه ها مرتب و منظم باشه بچه ها بهتر هم اسباب بازی هاشون بازی میکنن. من دیدم بعضی مثلا اتاق بچه میری همینجور اسباب بازی و اون وسط قاطی پاتی، لگو، پازل، عروسک، ماشین، دیگه هر چی که شما فکرشو بکنی. بعد اون بچه کمتر هم با اسباب بازیش به نظر من بازی میکنه، ولی وقتی که اینجوری مرتب بکنه آدم جمع میکنه همه رو توی ظرف خودش میذاره بچه میاد انتخاب بکنه، خیلی بیشتر با اسباب بازیش علاقه داره که بازی بکنه. یکم شاید برای مامانا سخت باشه که اینا رو جمع جور کردن مرتب کردن، چون بچه ها رو همینجوری ولشون بکنی همه رو میریزه میباشن، ولی اگه از اون اول آدم بذاره خودش به خودش سخت بگیره مرتب بکنه منظم کنه، اونا هم همینجوری به این روال عادت میکنن، یاد میگیرن که باید همه چی جدا جدا باشه، بعد از اینکه هر کدوم رو بازی کردن جمع کنن اون یکی رو بیارن. مثلا الان بچه ها میدونن نمیتونن مثلا چند تا این چیز ریز میز و که قاطی پاتی میشه رو با هم دیگه بیارن بریزن. بهشون گفتم مثلا اول این خرگوش ها اینا که میخوام بیارن وسیله ریز ریز خیلی داره، اول بیارین اینا رو قشنگ بریزین بازی کنی، بازیتون تمام شد جمع کنی، یا اینکه بگی من میام کمکتون میکنم بعد برین یه چیز دیگه بیاری، همه با هم دیگه نیاری دیگه. الان خودشون یاد گرفتن، یکی دو بار که قاطی پاتی کردن بهشون گفتم بشینین صبر کنین جمع کنین، دیگه الان متوجه شدن و خیلی هم باز بازیشون بهتر بازی میکنن، قشنگ میان انتخاب میکنن وای میستن اینو میخوام آرشگری، مثلا این الان وسیله آرشگری، حالا درسته سامیا پسره ولی با خیلیاشون بازی میکنه خوشش میاد، مثلا سامینا دیگه با خیلیاشون ایزا بزرگتر شده بازی نمیکنه ولی سامیا بازی میکنه. و اومدم که اتاق سامیا درست کردم تو سالن، اسباب بازی اونم همینجور، چهار هفته به چهار هفته نوبت هر کدومشونه که مرتب بشه، مثلا این هفته نوبت اتاق سامینه، همینجوری اتاق سامینه فقط یه جاروی گردگیری و اینجور چیزا ساده نیستش، من تمام اسباب بازی ها رو مثلا هر دفعه هر چهار هفته به چهار هفته اینا رو خالی نمی کنم تمیز کنم، مثلا دیگه خالی کردن جعبه‌های اینا مثلا یه باره که خالی بکنم و توشون رو تمیز بکنم، مال سامینه اونایی که درشون بسته در داره اینا مثلا یه بار انجام میدم. اسباب بازی سامیا چون جعبه‌اش درش بازه این خیلی یه وقتی آب میخوره من دیدم این تهش رو حواسش نیست مثلا میریزه، به خاطر همین اتاق سامیا رو این جعبه رو همه رو من هر چهار هفته به چهار هفته خالی میکنم تمیز میکنم توش رو دوباره میذارم، چون اون کوچیکتره نقاشی میکشه یه وقتی میندازه چیزای مختلف قاطی میکنه. بعد خلاصه میگم هر چهار هفته به چهار هفته نوبت یه قسمت از خونه است، برنامه کار من اینجوریه، این هفته نوبت اتاق سامیناه. اونجوری نیست تا نوبت اتاق سامینا باشه من دست به این اتاق نزنم، من هر روز جارو میکنم گردگیری میکنم مرتب میکنم همه چی سر جاش هست، ولی هر چهار هفته به چهار هفته تمیز کلیه، بالای کمدا رو دستمال میکشم، توی کمدا رو یه دستمال میکشم، تو کشوها رو لباساشون رو یه مرتب میکنم اونو که کوچیک شدن رو برمیدارم و اسباب بازی ها رو مرتب میکنم، این عروسک های سامینه که این بالا چی دست هم من تمیز میکنم با دستمال، میز کارش هم همینجور میز تحریرش رو همه رو تمیز میکنم مرتب میکنم، ولی مثلا پرده سالی دوبار شسته میشه، پرده جزء اون چهار هفته حساب نمیشه. من افهم که هر ده روز به ده روز عوض میشه، یه ربطی به این چهار هفته ولی مثلا بچه من نمیتونم بیام برنامه ریزی کار خونم رو بیام به شما بگم شما این همین رو مثلا انجام بدید، کلیشو که متوجه بشین بعد باید برین خودتون بنویسین رو کاغذ، مثلا من الان نوشته خودم رو دارم چون اندازه خونه هر کسی با همدیگه فرق داره، مثلا یه خونه‌ای که 5 تا اتاق خواب داره خب کارش خب خیلی بیشتره، یعنی اون باید یه جور دیگه برنامه ریزی بشه تا یه خونه‌ای که مثلا 2 تا اتاق خواب داره یا یه دونه اتاق خواب داره. به خاطر همینم در کل برنامه ریزی کاری من اینجوریه که من هر روز دستی به خونه میکشم،
یعنی یه جارو برقی سریع هر روز کشیدن وقت آدم اونجوری نمیگیره. این خاک تو خونه باعث میشه که بالا پایین بشه موقع راه رفتن و این باعث میشه که همه جا کثیف بشه. یه جارو برقی تو خونه اونقدر وقت آدم نمیگیره هر روز. من هر روز جارو میکنم بعد ولی هر روز تی نمیکشم. تی خونه مثلا مال این هفته نوبت اتاق سامینای تیشم میکشم، ولی شده بعضی موقع وسط هفته یه چیز ریختن رفتم تمیز کردم. آشپزخونه بیشتر تمیز میشه کفش. آشپزخونه یه روز در میون تی میکشمش. جلوی درمونم همینجور هر روز بعضی موقع میکنم. پس کار روزانم شد. من هر روز توالت توالت دستشویی هر روز تمیز میکنم، جارو گردگیری هر روز میکنم، مرتب میکنم. بعد دو هفته یه بارم توالت تمومو کلی با وایتکس تمیز میکنم. دو هفته یه بار. بعد چهار هفته به چهار هفته ما چه یاد داشت کردم نوبتش میرسه. یعنی یه روز اتاق خودمونه اساسی، یه روز اتاق سامینا، یه روز اتاق سامیار، یه روز سالونه، یعنی زیر مبله و روی مبله. اینجوری اصلا به نظرتون دارم میگم شاید خیلی کار بیاد، ولی کارا تقسیم میشه. همیشه هم خونه تمیزه، خستم آدم نمیشه. تا اینکه شما یه روز و مثلا وردارین بخواه همه خونه رو بکنی، مطمئن باشی اونجورم که دلتون خواسته تمیز نشده توی یه روز. بعد یه جوری خستگی دوباره آدم همش میگه کسی بشه دوباره چی جور تمیز کنه. ولی اینجوری مثلا من برنامه بچینی خیلی راحت تره. خب یه سرتون رو درد آوردم دیگه. اون په کارون پاپا اینو اوتو کنیم اشالا. اوتو کن خر نشم یه ذره، چون که اینجوری زیاد نشد خر نشم. خر نشم پوشه. سامیا این ستارهش زود میفته، خیلی مواظب باش که ستارهش نفته. داغا خوشگیه شده؟ آره ببینم. آه لامبایشو ببین. من سامیا داریم دنبال سامینا. دلش دیگه تنگ شده، میگه آجو کی میادش. اینو خودت درست کردی؟ بیا بذارش اینجا. اینو باتون بذاری یادم رب این داشتی افتاد. نه اینو بذاری بذارم سره. ای گفتی اسم این چیه؟ اسم این دختره؟ اسمش خوشگله. آجی کوچولو بود اسمشو گذاشته بود خوشگل. اسپری هم میزنی به سرش. خیلی قشنگ درستش کردی. آخه وسایلش هم اونجاست. آره بابا چقدر خوشگل شد. خسته نباشی. خب دیگه بریم سراغ شام. سامی هم اومده خونه. این شام چون سریع آماده میشه دیگه من یه زدی شروع کردم. امشب دیگه غذا اونجوری درست نکردم. می‌خواستم لوبیا پلو درست کنم. دیدم پیتزایی که زور با سامیار خوردیم مونده نصفش. بعد گفتم حیفه، بذار یه سالاد آووکادو هم درست کنم. این نونا رو هم گرفتم. این نونای نیمه آماده است. می‌ذاریم توی فر.
نصف دیگهش آماده میشه، بعد یکم بزرگتر میشه و قشنگ خیلی خوشمزه میشه. البته من این دفعه میخوام اینجوری از وسط نصفش کنم، بعد بذارم سالاد توست بشه، با این سالاد خیلی خوشمزه میشه. بریم درستش کنیم ببینیم چی جوری میشه. اول از همه من این فر رو روشن کنم داغ بشه. نونا رو مفر در بردم، یه جوری نجاتشون دادم، داشت از دست میرفت، یعنی یه لحظه غفلت کردم داشت دیگه میسوختش، ولی خب باز خوبه دیگه، اینا سریع آماده میشه. چون اینم از این سالادمون، خیلی خوشمزه شد بچه ها، یعنی که نونایی که توست کردم دیگه جاتون خالی دیگه.